در گریز این گرمای بیتاب، در انتهای بیپایان این صحرا گم شدم. گم شدم و ردی به یاد رهایی از خود برنشاندم. او را می خواهم. طالب مطلوبم و سر در راه. در راه و در این راه خلوت پاکی را یافت. تو با منی؟ تو هنوز اینجایی؟ تب درونم صحرای تفته است در جستجوی پنهانترین راز. کسی مدام میگوید بگذر بگذر. گذشت. بگذر. می نگرم. حضور وهم کاهنده بود مرا، جانم را، روحم را. روح من سرگردان است و هنوز در پی چیزی می گردم. می گردد. او می گرداند و من می گردم تا در قرار این واحه معوا بگیرم. از همه این صحرا گذشتم. از صحرای درونم هم گذشتم. از خود تنهایم. بیا تا با هم از گمشدگی بگذریم و اینجا آرام بگیریم. بیابیم همه آن چیزی که مرا و تو را به خود خوانده است. در جستجوی گلشن ایرانی، تحقق فضای روحانی بهشت مفهومی است انتزاعی. تجربه از خالی بی انتهای محو شدگی در ذاتی بی انتها که آدمی را هر لحظه سرگردانتر می کند. آشفته تر می کند. یکی از منابع مهم تصویری برای بررسی تاریخچه گلشن ایرانی، قالی‌هایی با نقوش صفوی است. قالی‌هایی
با تصاویری از جشن‌ها در گلشن و بوستان‌های دوره صفویه در قرن 16 که همگی بیانگر نمادی کامل از گلشن ایرانی در سده‌های گذشته است. با بررسی ظواهر موجود در این قالی‌ها چنین استنباط می‌شود که گلشن‌های دوران صفویه شامل عناصری از قبیل آبراهه‌های آشکار و فراوان، قطع بندی‌هایی در مسیر گلشن و یک عمارت در بخش مرکزی آن بوده است. تمامی طرح‌های مربوط به گلشن‌های آن دوران از یک شکل پایه منحصر به فرد تبعیت می‌کرده است. حتی پیچیده‌ترین آنها در حقیقت آن چهارچوب تصویری پایه امروزه به نام چهارباغ و یا گلشن‌هایی با تقسیمات چهارگانه شناخته می‌شود. تحقیقات پیرامون گلشن ایرانی روندی ادامه دار است. امروزه بر اساس فعالیت‌های حفاری و باستانشناسی صورت گرفته در پاسارگاد، این واقعیت محرز گردیده که عمر ریشه طرح‌های گلشن ایرانی 500 ساله نیست، بلکه سابقه آن به 2500 سال قبل باز می‌گردد. اگر گلشن سلطنتی پاسارگاد که اولین نمونه گلشن ایرانی کشف شده قبل از اسلام است را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که حوضچه‌های سنگی مقسم و آبگذرهای مستقیم در آن مورد استفاده قرار گرفتند. برای ایجاد سیستم آبیاری واقعی و کاربردی در جهت حرکت و جریان گرفتن مسیر آب در آن لازم است تا محورهای آبیاری در گلشن به تقسیمات چهارتایی تبدیل شوند. تقسیمات چهارتایی در گلشن‌های سلطنتی هخامنشیان در جهت هماهنگ بودن و تناوب داشتن با فضای در دسترس بوده. همچنین تقسیم گلشن به چهار قسمت ریشه در اعتقادات ایرانیان باستان داشته. در دین مزدایی، دین کهن ایرانیان، جهان به چهار قسمت تقسیم می شود. عدد چهار به چهار عنصر مقدس، به چهار فصل و جز اینها برمی گردد. با توجه به تناسب و توازنی که کوروش بزرگ با ساخت چهارباغ سلطنتی پاسارگاد به وجود آورد، مسیر تازه‌ای در طرح گلشن ایرانی مطابق ذوق و سلیقه ایرانیان آغاز گردید و در این زمان به گلشن‌های پیرامون معابد و قصرها پارادایسا می‌گفتند که در حقیقت تصویر زمینی بهشتی است که زرتشت پیامبر ایران باستان در کتاب مقدس خود به آن اشاره کرده است. گلشن اطراف پاسارگاد با دقت فراوان توسط موبدان زرتشتی نگهداری و حفاظت می‌شده است. پس از هخامنشیان تا زمان ساسانیان، سند چندانی در رابطه با ساخت چنین گلشن‌هایی وجود ندارد. اما در زمان ساسانیان، نقشه‌ای بر هنر گلشن‌سازی ایران حاکم می‌شود که از آن زمان به بعد، سمبل گلشن‌سازی ایرانی اسلامی به شمار می‌رود. فاتحان مسلمان گلشن را برای نظارت بر تقسیم آب برگزیدند و نیز برای آن که جدا از شهرها و در این حال مسلط بر آنها جایگزین گیرند. آنان در بنای گلشنهایشان اساساً از سنت پردیس‌های ساسانی و چهارباغ‌های آنها پیروی می‌کردند. با این حال جایی که در قرآن برای همه برگزیدگان وعده داده شده است تبدیل به نمونه آغازین می شود که از انگیزه های عملی فراتر می رود و در این حال به آن معنا می دهد.
انسان ایرانی با ساخت گلشن تجربه فضای بی انتهای درونیش را، روحش را صورتی خاص می بخشد. هراس از سرگشتگی در این لایتناهی کیهانی خود زیبایی شناسی ویژه‌ای را به وجود آورده که چالشی است عظیم برای بسامان شدن انتزاع محض آن فضای گم شده در روح سرگردانش. چالشی در انتخاب میان توده و فضای خالی میان ساحت تجربی و ذهنی، میان واقعی و انتزاعی. در واقع خلق گلشن ایرانی دوراهی میان فضای فیزیکی است که آن را بیدرنگ با حسها میتوان فهمید و فضای ذهنی که نیاز به تفسیر عقلانی دارد. انسان ایرانی برای به اشتراک گذاشتن آن تجربه درونی با خلق عناصری ملموس از فضای ذهنی میگذرد و فضای عینی خلق می کند. عناصری همچون دیوار، حوض، نهرهای آب، فواره ها، گیاهان و کوشت که از کنار هم قرار گرفتن این عناصر گلشن ایرانی صاحب فضایی می شود مخصوص به خود. در بررسی عناصر فضاساز گلشن ایرانی در ابتدا باید از حریم دیوار گذشت. دیوار واژه پردیس به ریشه قدیمی‌تر پیرادائس که مفهوم محاط شده با دیوار را می‌دهد باز می‌گردد. بارزترین نقش دیوار در گلشن ایرانی وجه مجزاسازی آن در برابر محیط گرم و خشک بیرون است. در واقع آنچه از حضور پررنگ درختان و گیاهان سرسبز در داخل گلشن ایرانی در تقابل با محیط گرم و خشک بیرون به واسطه دیوار مشاهده می شود، نوعی آفرینش فضایی است در تقابل کامل با محیط بیرون که مفهوم مالکیت از آن مستفاد نمی شود. و این از تفاوت‌های نقش دیوار بین گلشن ایرانی و باغ غربی است. با عبور از دیوارهای گلشن ایرانی به راستی فضا عوض می شود، گویی که در بهشت پای گذاشته باشیم. درختان و گیاهان سرسبز، هوای خنک و سایه های فرح بخش با جوی های روان یادآور تفاسیر متون کهن از بهشت است. حالان که در باغ غربی جنبه چشم نوازی همواره مد نظر بوده است. یکی از مشخصه‌های مهم گلشن ایرانی تمایل زیاد به نمایش آب بود. چون آب معمولاً خیلی کم و بسیار عزیز بود، معمار گلشنساز بازی‌های غریبی با آن می‌کرد. در بیشتر گلشن‌های ایرانی، جوی آب از طبقه زیرین کوشک سرچشمه می‌گیرد و پس از ریختن به حوض جلوی عمارت در کل باغ جاری می‌شود. نهر یا حوض کوثر چنان که در بعضی روایات آمده زیر زمین جریان دارد و مبدأ و نهایت آن بی پایان و نامحدود است و هر کس به اندازه ظرفیت ذهن صاف و پاکش از آن دریافت و بهره‌ای دارد. گلشن ایرانی فین کاشان در استفاده از آب و ایجاد حوض و آبنما و جویها مثال زدنی است. حوض سنگی
یکی از عناصر فضاساز در معماری ایرانی است. حوض فضا و مکانی است که آب در آن جمع می شود و بجز نقش هایی چون منبع ذخیره آب و مقسم آن، عنصر زیباساز مهمی به شمار می رود. در بررسی اشکال حوضها، آنچه بیشتر از همه خودنمایی می کند، زیبایی و تنوع در ساخت آنهاست. در ایران، حوضها به شکلهای آزاد دیده نمی شوند، بلکه اکثریت با شکلهایی است که بر اساس راست گوشه و دایره رسم شدند. حوضهای هشت ضلعی، چهار ضلعی یا مستطیل‌های نزدیک به مربع. آب در جوی‌های گلشن ایرانی روان است. در مسیرش آبشوره‌ها می‌سازد و به آبگردان‌ها می‌رسد و فواره‌ها تلاشی هستند برای نفوذ و حضور هرچه بیشتر این نشانه پاکی در فضا. به علت جاری بودن دائمی آب که به اختلاف سطح دارای فشار زیادی است، عملکرد فواره‌ها همیشگی می باشد، مانند گلشن شازده در ماهان. استفاده از تکنیک ساخت سینه کبکی در آبگذرها باعث ایجاد تصور آب با حجم بیشتر و صدای دلنشین‌تر است. گل و درخت، سایه و عطر پراکنده در فضا. درخت درخت رنگ سبز پاشیدند در فضای گلشن ایرانی و نقطه نقطه خال قرمز و زرد نشاندند بر چهرهش. صورتی از بهشت پروراندند در آشفتگی این خاک. هر درخت قصه‌ای دارد، حکایتی در دل و سرودی بر شاخه‌ها آویزان به آنگاه که باد درونشان می‌پیچد. هر درخت در خاک خود پا می‌گیرد. سرو در کرمان و کاشان، چنار در تهران، گل سرخ و نرگس در شیراز. و عجیب که باغبان امروزی این را خوب نمی داند و در شیراز چنار می کارد و در تهران سر. چگونگی کاشت هر درخت در گلشن ایرانی بر پایه ویژگی های هر درخت و استفاده از آنها در جهت وحدت بخشیدن به حس حاکم بر فضای گلشن ایرانی صورت می گرفته است. در کنار خیابانها سرو، کاج و نارون، یا سرو، کاج و چنار، یا سرو، کاج و ارغوان می کاشتند. مقصود از ترکیب سرو و کاج با این درخت ها ایجاد چشم‌اندازی به مراتب زیباتر از سبز یک دست با ترکیب درخت های همیشه سبز و خزان کننده بود. بیدها را معمولاً جایی می کاشتند که آب زیاد باشد، مثلا در مظهر آب، ولی در کنار حوض نمی کاشتند چون حوض را می شکند. اگر تنگ راهی را که از کنار هم قرار گرفتن درختان گلشن به وجود آمده بگیریم و در شیب جاده بالا برویم، به کوشک می رسیم. هرچند گلشن سازان به بازی آینگونه کوشک و آب بیش از دورنماها و افقهای دوردست اهمیت دادند.
کوشک. در مسیر عینی سازی فضای ذهنی بهشت گم شده، کوشک آخرین عنصر این چالش به شمار می رود. بناهای طبقاتی در امتداد محور میانی و معمولاً در میان و گاهی در یک سوم درازا و گاهی در نزدیکی انتها با چشمنداز گشودهی به واسطه فرم گیاهکاری و موقعیت استخر. معمولاً اندازه کوشک‌های گلشن ایانی بین 12 تا 13 متر بوده و بزرگترین آنها در مورد کوشک‌های مدور، هشت گوش یا مربع به 25 متر هم می‌رسیده. محل قرارگیری کوشک نیز از نکات مهم هندسه گلشن ایرانی است. مرکزیت این قرار گم شده نقطه ایست در طبقات هر کوشک گلشن ایرانی، چشمندازی در مرکز و بالای گلشن و مشرف به تمام این مسیر که از درون آدمی شروع می شود و در پیدا و پنهان این همه راز به راهش ادامه می دهد. دیوار و جوی و حوض و گیاهان و کوشک چیده شدند برای هم، کنار هم، تا تکرار تجربهی گم شده باشند به نام بهشت.